ادامه برنامه دیدار صبح هست. موضوع این بخش برنامه ما مدیریت زمان هست. خیلی از ما در زندگی ما با این بحران مواجه هستیم. فرصت در اختیار داریم، اما مدیریتش و تقسیم بندیش برای که بتوانیم استفاده بهینه و لازم را بکنیم، این توان را نداریم و این قابلیت را نداریم و یا هم روش اصلا فکر نکردیم. چطور بتوانیم از فرصتی که خدا در اختیار ما داده 24 ساعت در یک شبانه روز از استفاده بکنیم برای بلند بردن سطح علمی ما، اطلاعات و آگاهی ما، برای که بتوانیم زندگیمون را سر و سامان ببخشیم. مسئله مدیریت زمان اهمیت پیدا میکنه و حائز توجه میشه. مهمان برنامه ما پیرامون همین موضوع صحبت میکنن. رحمت الله نیازی استاد دانشگاه هستند. جناب آقای نیازی، سلام بر شما، به دیدار صبح خوش آمدید. به نام خداوند بزرگ و مهربان، درود و مهر بی پایان خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون نور. امیدوار هستم که صحتمند و سر حال باشین و کلبه های پر از مهرتون آکنده از عشق و مهر و نشاط باشه و انشالله امروز در خدمت شما هستیم با موضوع مدیریت زمان. سلامت زنده باشین. ابتدا خوب است یک تعریف از مدیریت زمان بر ما ارائه بکنین. وقتی که میگیم مدیریت زمان، منظور ما چی هست؟ بله، مدیریت زمان در اصل اگر تعریف بکنیم یعنی کنترل و سازماندهی زمان یا تایممون به خاطر حصول یا نتیجه مؤثر و مثمر. بله، بسیار عالی. بله، همیش آدم ها با این مشکل مواجهند که گاهی تصمیم میگیرن که باید از فرصتشان استفاده بکنن، تصمیم میگیرن اما در گامهای عملیش که باید گامهای عملی بردارن دچار مشکل میشن و یا هم تعلل به خرج میتن، به نحوی نمیتونن چنین کار را بکنن. مشکل در کجا هست؟ بله، ما اگر به طور مفصل بخوایم مدیریت زمان تشریح بکنیم، اکثر دغدغه های من و شما از مدیریت زمان است. یعنی ما فرض مثال همیشه آرزو میکنیم، میگیم ای کاش فرضاً ما در 24 ساعت چند ساعت وقت بیشتر می داشتیم. بله. یا در یک هفته یک چند روز دیگه بیشتر میشه تا ما میتونستیم با استفاده از زمان بیشتر و بیشتر کار بکنیم، بازده داشته باشیم و به اهدافمون برسیم. این در حقیقت زمان به طور کامل مکمل است و ما اگر واقعا مدیریت بکنیم، فقط در روزی 4 ساعت اگر ما درست مدیریت بکنیم زمانمون، می توانیم خیلی نتیجه خوب داشته باشیم و بازده مؤثر و مثمر داشته باشیم. ما اگر خودی مدیریت زمان در قالب یک مثلث سه بعدی یا سه ضلعی بگیریم که یک ضلعش میشه تعریف زمان که پیشتر براتون کردم و یک تعریف دیگه افسانه ها و یا اشتباهات رایج در مدیریت زمان. خب از این اشتباهات رایج هم نام ببرین. کدام اشتباهات باعث از این میشه که ما نتونیم درست از وقت خود مدیریت بکنیم و یا هم از وقتی که در دسترس ما قرار گرفته درست استفاده بکنیم و کارهایی را که میخواییم انجام بدیم؟ بله، چند مورد هست، چند افسانه ای هست در اصل که انسان ها به خودشون تعریف کردن. یکی از این افسانه ها یا اشتباهات رایج در مدیریت زمان ای است که اکثر کسا تا دیر وقت بیدار میمونن. یعنی میگن ما اگر تا دیر وقت یا تا ساعت 12 یا یک شب بیدار باشیم، شاید ما بیشتر زمانمون رو مدیریت کردیم و بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. در حقیقت کاملا اشتباه هست، چون اگر ما نتونیم 4 ساعت یا 5 ساعت مدیریت بکنیم، چطور میتونیم 20 ساعت مدیریت بکنیم؟ این در اصل یعنی اضافه کردن وقت به زمان عدم مدیریت ما، به زمانی که ما اصلا در او مدیریت نداریم، و این باعث میشه تا ما بیشتر خسته باشیم و ذهن ما بیشتر به کسالت و خستگی و افسردگی روی بیاوره و رشته های عصبی ما فرسوده شود. ما باید در اصل در یک روز 5 ساعت یا 4 ساعت مدیریت بکنیم، اما به شکلی درست و دقیق. و یک اشتباه رایج دیگری هم که در مدیریت زمان نزد مردم وجود داره، او فهرست کارهای ما یا کارهایی که بعد برای فردا انجام بدیم اونا را نمی نویسیم و این کار خیلی اشتباهی است. ما شاید فکر بکنیم که ذهن ما خیلی قوی است یا ذهن ما فعال است، فراموش ما نمیشه، ما میتونیم که این را به یاد بسپاریم، فراموش نمیشه. بله، در اصل فرض مثال مرا همسرم یا مادرجانم میگه برو از شار برای ما رومی بیار یا بادنجان بیار، ما وقتی که نمی نویسم میرم دشار یا میرم دفتر، تمام یک قسمت عمده ذهنم بالای میچرخه، درگیر موضوع است، میگه متوجه باشی مثلا فراموش نشوه و این باعث میشه تا من تمرکز بیشتر و خوب بالای کارم نداشته باشم. بله، یک اشتباه رایجی است. بله، خوب است برام بگین که بیشتر بلاواز تجربی مردها بیشتر توانمندی و قابلیتی را دارن که بتوانن زمان را خوب مدیریت بکنن و یا هم زنها، کدام یک؟
بله، خیلی نکته خوبی را اشاره فرمودین. در اصل مدیریت زمان خود شخص است که برای خودش تعریف میکنه. بله، هیچ فرقی نمیکنه چه زن چه مرد، هر کس میتونه نظر به توانایی، نظر به لیاقت و شایستگی خودش برای خودش زمان تعریف بکنه و از اون استفاده مؤثر و خوب بکنه. بسیار عالی. اشتباه رایج دیگه که میتونه ما را از یکم از وقت خود استفاده خوب را داشته باشیم کدام اشتباه است؟ و همچنان اشاره در مورد ای داشتین که اگر ما تمام کارهایی را که میخواییم برای فردا انجام بدیم روی یک کاغذ مینویسیم و نوت میگیریم، مثلا که باید اینی کارها را به شکل فهرستوار پیش خود نوت میگیریم و میگیم که همین کارها را باید انجام بدیم، چقدر میتونه کار ما را آسان بسازه و چقدر میتونه ما را کمک بکنه تا اینکه وقت خود را مدیریت خوب کرده باشیم؟ بسیار نکته خوبی را اشاره فرمودین. خب یک اشتباه رایج دیگه هم که شما گفتین چی هست؟ اشتباه رایج دیگه ای است که ما تمام کارهایی را که برای فردا میخوایم انجام بدیم را لیست میکنیم. یکی اشتباهی است که ما اصلا لیست نمیکنیم و یک اشتباهی است که ما زیاد لیست میکنیم. فرض مثال ما فردا میخوام 20 کار انجام بدم. بله. یا فرض مثال ما میخوام فردا یک تماس تلفنی داشته باشم، اونم لیست میکنم. من وقتی فردا و لیست ما میبینم خسته میشم، یک رقم افسرده میشم، میگم ببین چقدر خسته کننده است، 20 کار همزمان باید انجام شه فردا و این برای من یک رقم یک حالتی اثر منفی روانی داره و من نمیتونم کارم درست انجام بدم. چند کار باید انجام بده یک آدم که بالا از روحی شکست نخوره؟ بله، یک شخص باید اولویت بندی بکنه. بله. که برای فردا چی کارهای مهمی را باید انجام بده و مطابق اهداف و یا پلان هایی که برای فردا داره بگیره که فرض مثال فردا در گروه A یا کاری که خیلی خیلی مهم است انجام بده و حدی اعظم فقط 5 کار خیلی خیلی مهم و اساسی. ده. اگر از 5 کار بیشتر شوه باز هم آدم دچار افسردگی میشه. ده. و اثر مخرب و منفی روانی داره. بله، ادامه صحبتاتون رو در مورد فهرست میخوایم بشنویم که کسی که فهرست بندی میکنه کارهای خود را چقدر میتونه از زمان خود مدیریت کامل و درست و دقیق داشته باشه و اگر کسی مثلا کارهای خود را به شکل فهرستوار نزد خود نمیگیره چقدر میتونه که از وقت خود مدیریت کرده باشه؟ بله دقیقاً. یکی از چیزهای خیلی اساسی، یکی از نکته اساسی که ما را میتونه به اهداف من برسونه او فهرست بندی است و فهرست بندی هم طور میشه که در 3 گروه در 3 کاتگوری تقسیم میشه A, B و C. بله. یعنی ما برای فردا کارهایی که خیلی خیلی ضرور است و برای ما مهم و حیاتی است او را در گروه A قرار میدیم و کارهایی که چندان ضرور و نیاز نیست رو در گروه های بعدی. و فهرست بندی چقدر در زندگی ما مؤثر و مثمر هست؟ ما فرض مثال اگر برای فردا تمام کارهایی که انجام میتیم او را فهرست وار بنویسیم و بگوییم فردا قرار است کار انجام بدیم، یکی خود اعتماد به نفس ما افزایش پیدا میکنه. بله. یکی ما خودمون خود باور میشیم و یکی وقتی فردا از خواب برمیخیزیم و طرف لیست نگاه میکنیم که 5 کار مهم داریم، اول از کارهای مهم شروع میکنیم و وقتی کاری مهم میمونه که انجام بدیم، فرض مثال اول رفتن دفتر و خلاص کردن کارهای دفتر است یا بازدید از سایت های خبری است. بله. وقتی ما را خلاص میکنیم یک احساسی آرامش و نشاط به ما دست میده و این باعث میشه تا ما گام به گام پله به پله پله های موفقیت را طی بکنیم و به اون اهداف و آرمان های بزرگی که داریم برسیم و همچنان این میتونیم با فهرست تهیه کردن بهینه وقت بکنیم، وقت بهینه سازی بکنیم و مدیریت زمان هم خیلی عالی میشه. بله، خوب است برای ما بگین که یک آدم هست وقتش همینطور گذشته بدونی که فهرست تهیه کرده باشد، بدونی که کارهای مهمش اولویت بندی کرده باشد، کارهاش در مشمول همینطور میگذره، به شکل عادی روزش میگذره، این آدم تصمیم میگیره که باید یک فهرستی از کارهایش تهیه بکنه، اولویت بندی بکنه چه کارهایی را باید انجام بده. ممکن یک روزی کار کنه اما فردا نکنه، دچار تردد باشه و همه میره به عنوان یک کابوس برش بدل شوه، این آدم چیکار باید بکنه که امیده به عنوان یک کار مستمر و دوامدار ادامه بده؟ آفرین. بله، خب این چند دلیلی اساسی داره. در اول باید بگم آقای جیمران نویسنده و مولتی میلیاردر آمریکایی میگه زمان بیشتر از پول ارزش داره. یعنی ما اگر زمان از دست بدیم در آینده قابل برگشت نیست، اما اگر پول از دست بدیم دوباره میتونیم برست بیاریم. بله. و ارزش زمان واقعا از طلا هم کرده بالاتر است. و روی سوال شما چند دلیل اصلی وجود داره که فرد خسته میشه از تهیه فهرست، از کارها را به مدیریت کردن. یک دلیل اساسی چی است؟
که یک فرد تلاش میکنه تا تمامی روزش مدیریت بکنه. فرض مثال پیشتر یادآوری کردم، این نوشته میکنه فردا من یک تماس میگیرم، نوشته میکنه فردا، فرض مثال من میخوام برم به تفریح، فردا میخوام برم به ملاقات دوستم. یک لیست طویل و عریض، طویل و عریض. و این وقتی را مینویسه لیست طویل و عریض، حس امنیت و آزادی که داره این از دست میره. فکر میکنه من در یک قید هستم، من زندان هستم، و این باعث میشه تا روزی بعد آیسا خسته شوه و یک حالت کسالت بار به روی بیاوره. بله. و این دیگه باز در آینده دوام نمیتن و بعد از یک مدت برنامه‌ریزی این دوباره تمام کارها را رها میکنه. پس خوب است که فقط گفتم چند کار خیلی خیلی مهم و مشخص برای فرض مثال فردا باید او را لیست بکنه، نه تمام کارها را که تا فرض مثال تا چاش تا زور چه کارها را بکنه، و در مدت یک هفته حداقل برای خودش یک روز اختصاص بده. مدیریت نکنه اصلا یک روزه، یعنی بازم اگر یک روز مدیریت بکنه بازم هم حس آزادی که داره از بین میره. فرض مثال بگو برای روز پنجشنبه من تصمیم میگیرم که چه کار بکنم آزادانه، و این باعث میشه که این لذت ببره، این دیگه برش یک آرامش و نشاط خاص دست بده، در قید نباشه. بله، اگر این لیست طویل داشته باشه و تلاش بکنه تا بله، تمام تایمش مدیریت کنه. اشاره هم برای تکنیک های مدیریت زمان داشته باشین، از کدام راه ها، از کدام طریقه ها ما میتونیم که مدیریت درست و دقیق و خوب و عالی از زمان خود داشته باشیم، و در پهلوی ازی خوبی ها و بدی های فهرست گرفتن کارهای روزمره را داشتین، چقدر میتونیم بگویم که پله های که ما میپیماییم و هم کارهایی را که ما میخواییم انجام بدیم وقتی که میخواییم فهرست بندی بکنیم بود مثبتش بیشتر هست یا هم بود منفیش؟ بله، خب قبل از اینکه بپردازیم روی تکنیک های مدیریت زمان، خوب است که مبحث مشکلات یا افسانه های مدیریت زمان را به اتمام برسانیم. یک مشکل دیگه ای که در افسانه ها یا اشتباهات رایج در میان مردم هست و کمالگرا، یعنی ما تلاش میکنیم تمام کارها را خودمون انجام بدیم. بله. درست است. فرض همه کارها خودمون باشه. دقیقاً آفرین. فرض مثال یک خانم در خانه برای پسرش پیسه میده، پول میده که برو رومی بیار، یک چیز دیگه بیار. و او باز فکر میکنه میگه اگر من این روان بکنم بفرستم شاید خراب بیاره. بله. میگه من باید خودم برم بیارم. دچار تردید هست. تردید است. بله. و در یک سازمان یا مؤسسه فرض مثال یک شخص در بخش وایرساری کار میکنه، مدیرش همیشه در تردید است، در شک است، میگه اگر این را من دوباره نخونم امو روزنامه را یا اخبار شاید خراب شوه، و این باعث میشه تا این خیلی وقت زیاد شه بالای هم مدیریت و هم خواندن روزنامه ها سپری بکنه، و این خیلی اشتباه است. بعد ما وقتی به یک بعد اصل شایستگی و لیاقت و استعداد کارها را تقسیم بندی بکنیم و به اشخاص و افرادی که در سازمان وجود دارند یا در خانه وجود دارند او را بسپاریم نظر باش هر کی را به اساس توانایی که داره. بله واقعا، و او باید کاری که به کس میسپاریم او بر اساس میل درونی ما و علاقه شخصی فرد مقابل باشه. درست است. و میریم روی مسئله تکنیک های مدیریت زمان. تکنیک های خیلی زیادی است که من اگر یادآوری بکنم قانون 60-60 مایکروسافت است، و یکی قانون 90% الگوریتم گوگل است، و یکی قانون 20 اف بی آی امریکا است، پلیس ویژه یا سروی امریکا. و چون وقت ما شاید کمتر باشه ما میپردازیم روی قانون 90%. خب خیر، ارسی قانون را که یاد کردین از شما مشمعیم به صورت فشرده. خب یکی قانون اول قانون 90% الگوریتم گوگل است. آقای لری پیج مؤسس گوگل است. شاید گوگل اسمش شنیده باشین، یکی از موتورهای جستجوی خیلی پیشرفته و پیشگام در عرصه تکنولوژی در جهان است. باید. و حدود ارزش خود گوگل بیش از 169 میلیارد دلار است که میشه در رده‌بندی ثروتمندترین کمپانی‌های جهان میشه دوم. و آقای لری پیج مؤسس گوگل خودش میگه من اکثر اوقات میگه کار میکردم تا نصف های شب تا 20 ساعت 24 ساعت، اما میگه بهره‌وریم درست نبود، درست نتیجه نمیگرفتم، تا بالاخره به این فکر رسیدم که من باید چیکار بکنم، یک کاری اساسی بکنم، یک زمان مدیریتی بکنم تا هم برای خودم مؤثر باشه و هم برای سازمان، برای دیگر نفرها. بازی دست به کار میشه و با استفاده از روانشناسا و مدیرای زمان یک قانونی را اینو پایه‌گذاری میکنن، یک قانون خیلی ساده و خیلی اساسی و خیلی کاربردی به نام قانون 90% الگوریتم گوگل. بله. این قانون چطور است؟ این قانون اگر ما شما در زندگیمون به کار ببریم میتونیم تا قبل از چاش، تا قبل از ظهر تمام کارهای اساسی که داریم را انجام بدیم. ما در این قانون در قبل از خواب
یا قبل از اینکه از دفتر خارج شویم باید برای فردایمون میزمونه مکمل تنظیم بکنیم، منظم مرتب بکنیم، کتابمون سر جاش باشه. آفرین. لری پیج دریافته بود که و دیده بود که اکثر وقت کارمندایش در منظم کردن یا در جستجو کردن یا در یافتن وسایلی که نیاز دارن سپری می‌کنند. بله. و در قدم اول گفت باید قبل از اینکه یک شخص از دفترش خارج میشه باید برای فرداش تمام میز کارش مرتب و منظم بکنه تا فردا باعثی دچار دادستگی ذهنی نشوه و تمرکز داشته باشن. و قبل از او باید برای فردایمان لیستمون رو تهیه بکنیم در وقت خواب که برای فردا باید چه چیزهایی را انجام بدیم و چه کارهایی در اولویت قرار دارم و باید فرداش که شد وقتی که از خواب برمیخیزیم یکی خوب باید کم خواب باشیم من یعنی سحر وقت برمیخیزیم بعد ساعت 10 شب سحرخیز باشیم بعد ساعت 10 شب از لحاظ روانشناسا باید آدم حداقل 6 ساعت بخوابه. اگر از 6 ساعت کم بخوابی هر دقیقه کم میخوابی از 6 ساعت این به معنی از دست دادن یک دقیقه عمرت است و خیلی واقعا تاثیر مخرب به منفی داره. بله. برای فردا باید سرخیز باشیم ساعت 4 بعد از خواب برخیزیم حتماً و برای حداقل 5 دقیقه نرمش بکنیم، ورزش بکنیم تا روح و روان ما آرامش پیدا بکنه و آماده باشیم برای کار. بله. و بعد از اینکه ما نرمش کردیم باید امون لیستی کارهای ما که شب نوشته کرده بودیم مرور بکنیم، ببینیم که امروز قرار است ما چی کارهای انجام بدیم. بله. و او را در جای بمانیم یا بچسبونیم یا بزنیم قابل دید باشه، فرض مثال در روی صفحه کامپیوتر یا موبایل یا در روی میز کارمون قابل دید باشه که ما برای امروز باید چی کار انجام بدیم. بعد از اینکه انجام دادیم وقتی رفتیم طرف دفتر باید تمرکزمون فقط و فقط بالا یک کار باشه. فرض مثال اکثر اشخاص هستن وقتی میرن از یک طرف براشون تماس میه، از یک طرف ایمیل را چک میکنن، از یک طرف یک قرار ملاقات دارن میخوان ملاقات بکنن و از یک طرف میرن سایت های خبری را بازدید میکنن. بله. روانشناسا و اندیشمندان دریافتن طبق یک تحقیقی که شده بود گفته بود اگر یک شخص اگر به طور موازی چند کار انجام بده این باعث افت کیفیتی کار میشه و این باعث میشه حد اکثر تا فقط تا 40% کارایی به انجام برسونه. یعنی ما در یک زمان فقط باید یک کار انجام بدیم. فرض مثال بریم تمرکزمون بالا یک کار باشه تا وقتی او خلاص میشه. وقتی او خلاص شد بعد از روی کار دیگه بعد ما بعضی آدم ها یکشون عادت دارن وسواسی هستن یک کارا میکنن تا او به انجام نرسیده بعد دود گرفتار یک کار دیگه میشن بالاخره در فرجام میبینی که هیچ کاری نکرده. دقیقاً. خب مشکل هم نیست که اونا درست مدیریت ندارن و اینا وسواسی میشن و تردید دارن که باید ما چند کار همزمان انجام بدم در حالی که کاملا اشتباه است و اصلا هیچ کاری به انجام نمیپذیره و اینا باید اول حتی بعد میگه اندیشمندان میگه بعد حتی موبایلت هم خاموش باشه تا که کاری که خیلی برات مهم است انجام ندی، تو کاری را که بدوشت سپرداشته انجام ندی. وقتی اون کار انجام دادیم باز میتونیم با خیال راحت هر کار دیگه که داریم اون انجام بدیم. بله. خوب است اشاره هم برای چیزهای و یا هم کارهایی داشته باشین که زمانگیر هست. البته اگر خود شخص بخواد فرصت کم را میتونه با اون کارها اختصاص بده، اما اگر خود شخص بخواد چون یک نوع دلکشی خاص به طرف همون کار میتونه داشته باشه. مثلا فیسبوک روزانه حداقلش باید 20 دقیقه یا نیم ساعت ما وقت خود را اختصاص بدیم به فیسبوک، اما وقتی که ما میبینیم میخواییم که فیسبوک را چک بکنیم ما گرفتار عظیم میشیم که با دوستای خود وقتی که چت میکنیم یک مدت زیاد را در بر میگیره، هم زمانگیر هست میتونه